سرخطه تازه ترین خبرها آمریکا. تصرف مراکز ولایات توسط طالبان مغایر ادعای تعهد این گروه برای حل سیاسی است. جنگ در اجرا ولایت. وزارت دفاع از کشته شدن 572 جنگجوی طالب خبر داد. وزارت دفاع بم افغان‌های B-52 آمریکا تجمع طالبان را در شبرغان هدف قرار داد. و همچنان در پایان، عباس قیام جنرال اردوی پاکستان در ولایت نیمروز کشته شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بودن و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. وزارت دفاع بم افغان‌های B-52 آمریکا تجمع طالبان را در شبرغان هدف قرار داد. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی از حمله هوای آمریکا بر تجمع طالبان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان خبر داده است. فواد امان در توییت نوشت که B-52 آمریکا ساعت 6:30 عصر امروز شنبه 16 اسد تجمع طالبان را در شبرغان هدف قرار داده است. با گفته او در این حمله تلفات سنگینی به جنگجویان طالبان وارد شده است. نیروهای خارجی تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. وزارت دفاع در حالی از حمله هواپیمای B-52 آمریکا به مواضع طالبان خبر داده است که به تازگی رسانه‌های خارجی گزارش دادند که این هواپیما برای جلوگیری از پیشروی طالبان به سمت شهرها وارد عمل شدند. گزارش شده است که به دستور جو بایدن رئیس جمهور بم افغان‌های B-52 برای جلوگیری از پیشروی طالبان به سمت شهرهای مهم مواضع این گروه را بمباران خواهند کرد. طالبان اخیراً حملات شدیدی را برای مراکز ولایات انجام دادند. این گروه تاکنون مراکز ولایات جوزجان و نیمروز را در کنترل خود درآوردند. همزمان درگیری در چندین شهر کشور جریان دارد. در همین حال عباس قیام جنرال اردوی پاکستانی با 124 تروریست پاکستانی دیروز در یک حمله غافلگیرانه قوای هوای افغانستان در ولایت نیمروز کشته شدند. به نقل از بشیر احمد قاسانی، ستار سعیدی خبرنگار پیشین BBC گزارش داده است که طالبان به جنگ افرازهای دست پیدا کرده اند که ارتش ایران در اختیار دارد. در همین حال آمریکا تصرف مراکز ولایات توسط طالبان مغایر ادعای تعهد این گروه برای حل سیاسی است. 8 صبح کابل، سفارت آمریکا تصرف مراکز ولایت ها و حملات طالبان بر شهرها را محکوم کرد. این سفارت با نشر اعلامیه گفته است که تصرف غیرقانونی مرکز شهرها از سوی گروه طالبان و تحمیل اجباری حاکمیت بر مردم افغانستان خلاف ادعای این گروه مبنی بر تعهد برای حل سیاسی است. در اعلامیه سفارت آمریکا که روز شنبه 16 اسد نشر شده آمده است که این اقدامات طالبان به منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان غیر قابل قبول است و با ادعای این گروه مبنی بر حمایت از رای حل سیاسی و مذاکرات صلح دوحه مغایرت دارد. سفارت آمریکا گفته است که گروه طالبان نسبت بر رفاه و حقوق غیر نظامی عمیقاً بی‌اعتنا هستند و بحران بشری در افغانستان را افزایش داده است. این سفارت همچنان حملات گروه طالبان را بر شهر زرنج، مرکز نیمروز، شهر شبرغان، مرکز جوزجان و نیز تلاش های این گروه برای تصرف لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را خشونت بار خواندند. سفارت آمریکا افزایش خشونت ها و حملات طالبان بر مرکز ولایات را تحمیل اجباری حاکمیت این گروه عنوان کرده است که با گفته این سفارت برای آمریکا پذیرفتنی نیست. با این حال آمریکا از طالبان خواسته است تا با آتش بس دائمی و همه جانبه موافقت و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت کنند. گروه طالبان حملات خود را بر شهرهای افزایش دادند. این گروه قبلا گفته بود که به مرکز شهرها حمله نمی کند.
در همین حال جنگ در اژدها ولایت، وزارت دفاع از کشته شدن 572 جنگجوی طالبان خبر داده است. 8 صبح کابل. وزارت دفاع ملی روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در شبانه روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در اژدها ولایت کشور دست کم 572 جنگجوی طالبان کشته شدند. طبق اعلام وزارت دفاع در نتیجه درگیری ها و حملات متقابل نیروهای امنیتی دست کم 309 طالب دیگر زخم برداشتند. این شماری از طالبان در ولایت های ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، اروزگان، هرات، فراه، جوزجان، سرپل، فاریاب، هلمند، نیمروز، تخار، کنداز، بدخشان و کاپیسا کشته و زخمی شدند. طبق اعلام وزارت دفاع ملی، مقدار زیاد سلاح و مهمات گروه طالبان از بین رفته است. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. طالبان در شبانه روز گذشته حملات خود را به شماری از شهرهای کشور افزایش دادند. این گروه مدعی تصرف مراکز ولایت های جوزجان، سرپل، قندوز و نیمروز است. در همین حال بشیر احمد قاسانی در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: سبه گذشته شهرهای هرات، لشکرگاه، طالقان، پلخمری، شبرغان گواه جنگ های شدیده بوده است. از پیشروی ها و تلفات برخواست از این جنگ ها اطلاعات دقیق در دست نیست. رئیس جمهور به هدف اشتراک در مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید ایران امروز به تهران می رود. این سفر در حالی صورت می گیرد که اخیراً جنگ افزارهای تکتیراندازی ساخت ایران در نزد طالبان دیده شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.